عرض سلام دارم خدمت دوستان، به ویژه آقای دکتر عسگری سخنران محترم امروز و همینطور آقای دکتر انصاری. یه توضیح کوتاهی عرض میکنم و بعد رشته سخنان میسپارم به آقای دکتر عسگری. خب ما طبق سنت همیشگی که هر سال داشتیم، دم نوروز که میرسیم یه سخنرانی برای عمومی برای همه دوستان میگذاریم که در واقع با فلسفه نوروز، با آیین‌های نوروز آشنا بشن. همونطور که میدونید نوروز در واقع مهمترین آیینی است که از گذشتگان ما به ارث و به میراث گذشته شده و ما به واسطه نوروز با بخش بزرگی از هویت خودمون آشنایی پیدا میکنیم. در واقع نوروز یکی از مهمترین انتخابها در عرصه تحویل ساله و یادمه که وقتی با خارجی ها صحبت میکردیم در اینکه پدرانمون چنین زمانی رو و فصلی رو برای تحویل سال انتخاب کردن به خودمون افتخار میکردیم، چون بقیه اقوام، بقیه ملت ها خب فصول دیگری رو برای جابجایی سال انتخاب کردن. بعضی ها که با خب گاه شمارهای قمری کار میکنن، بیشتر سامی ها اینطوری هستن و خب هر سال عوض میشه. بعضی ها هم که ثابته، اونها هم یک همچین روزی رو به عنوان تحویل سال انتخاب نکردن، یا خیلی کم هستش یا به این شکل نیستش، یعنی با این گستردگی نیستش. در واقع نوروز شاید بشه گفت یکی از کاملترین، اگر بتونم من با جرأت بگم، در واقع کاملترین تحویل سالی هستش که در جهان ثبت شده، به خاطر مجموعی از آیین ها، قصه ها، روایت هایی که داره و از چهارشنبه سوری، خانه تکانی و سفره هفت سین که همه اینا جنبه های آیینی داره، شب آخر سال که در واقع جشن مردگان هستش و دعوت میکنن مردگان و زندگان به بازدید و تا بازدیدهای در واقع بعد که خب یکی از مهمترین جشن هاست و همینطور جابجایی ها، جشن هایی که اقوام دارن هر کدوم به شکل خاص خودشون، باعث شده که نوروز نه فقط برای ایرانی ها بلکه برای همه دنیا جالب باشه. وقتی که نوروز ثبت شد در سال 1388، خب خیلی ها علاقه من بودن که به نوروز بپیوندن و در این جشن با ایرانی ها سهیم باشن، حالا ایران فرهنگی، ایران فعلا ملی و غیره، که شما میبینید کشورهایی که با اقوام دیگری هستن، مثل ترکیه، مثل عراق و حتی آلبانی و جای دیگه، همه اینا در ثبت نوروز با ما شریک بودن. کشورهای آسیای میانه که اغلب ترک زبان هستن، هم گذشته از تاجیکستان و برخی از مناطق برخی از این کشورها، همه اینا با ما همراه بودن، برای اینکه خیلی از اینا بخشی از ایران فرهنگی بودن و خیلی ها که جز ایران فرهنگی هم نبودن، کشورهای اروپایی خب علاقمندن در این جشن همراه ایرانی ها باشن، برای اینکه این جشن های جشن های پرمعنا، پر آیین و جشن مناسب فردی میدونن. در صورت خوشبختانه در یونسکو ثبت شد با زحماتی که افرادی مثل آقای میرشکرایی کشیدن و خود آقای دکتر عسگری که اینجا هستن برای اون مراسم ثبت زحمت کشیدن، یک کتابی با عنوان کتاب شناسی نوروز رو تهیه کردن که امروز خب ما از سخنانشون استفاده خواهیم کرد. بحث باستان شناسی و نوروز بحثی است که آقای دکتر عسگری امروز خواهند کرد. ایشون باستانشناس، تاریخدان هستند و همینطور رئیس سابق دانشگاه هنر شیراز بودند که خب ما در جلساتی با هم دیگه
گفتگو داشتیم و امروز هم که خب رئیس سایت تخت جمشید هستن و راجع به تخت جمشید و نوروز هم صحبت های خواهند کرد غیر از کاشمان. فقط عرض بکنم که جشنهای نوروزی که در کشورهای فعلا منطقه گرفته میشه، یادم که در سال 1393 برای این جشنها رفتم من به همراه خب گروه ایرانی به کابل و خیلی جالب بود، برای اینکه خاطرات خیلی جالبی اونجا دارم. ما جشن نوروز رو میگرفتیم، درگیری ها اون موقع خیلی زیاد بود در خود شهر کابل و اطرافش و خب خیلی استقبال شد از گروه ایرانی. البته 2 سال اول در ایران گرفته شد، بعد در تاجیکستان، بعد در خود افغانستان و متاسفانه یه مدار بعدش کمرنگ شدش، وگرنه اون جشنهای بین‌المللی نوروزی اگر تداوم پیدا میکرد خب خیلی مفید بود، نه فقط برای ایرانی ها که بخش از اندیشهشون رو میتونستن منتشر بکنن، بلکه برای بقیه هم مفید بود، به خاطر اینکه یک جشنی بود که همه در شرکت میکردن و خب به خصوص منطقه و این جابجایی سال رو با هم دیگه جشن میگرفتن. امیدوارم که به شکل گسترده تر در آینده بتونیم نوروز به عنوان یک جشن بین‌المللی مورد توجه قرار بگیره و به عنوان یک جشن جهانی ازش یاد بشه. امیدوارم. خب من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، همه منتظر هستیم که از سخنان آقای دکتر عسکری استفاده کنیم، به همین جهت رشته کلام به ایشون میسپارم و از بیانات ایشون بهره مند خواهیم شد. متشکرم از توجهتون. فقط شاید یه نکته رو بد نباشه بگم که ما در بحثایی که راجع به اسطوره داریم میکنیم خیلی مایلیم که در تابستان بتونیم مدرسه تابستان رو مدرسه با عنوان باستانشناسی و اسطوره داشته باشیم، چون اینا خیلی به هم مرتبطن دیگه. همین جشنهای نوروز هم با اسطوره های مثل جمشید، مثل سیاوش، مثل کیخسرو و خیلی دیگه مرتبط میشه که امیدوارم بشه در اونجا راجع به باستانشناسی و اسطوره شناسی ما یک مدرسه با تنکن از اساتید مانند آقای دکتر عسکری داشته باشیم و با یک نگاه علمی به باستانشناسی از یه زاویه دیگه هم به اسطوره شناسی توجه بکنیم و اسطوره ها رو با این نگاه بتونیم رمزگشایی بکنیم. آقای دکتر عسکری، ما در خدمت شما هستیم، من دیگه صحبتی ندارم و رشته سخن رو به شما میسپاریم و پیشاپیش هم تشکر میکنم از حضورتون. عذرخواهی میکنم و بازم از شما تشکر میکنم. خدمت شما عرض میکردم که در حقیقت علاوه بر تشکر و سپاس ویژه‌ای که از جناب استاد بزرگوارم آقای دکتر نامور به عمل اومد و تشکر از آکادمی علوم شمسه و جناب آقای دکتر انصاری، در خدمت شما عزیزان هستم. عرض می کردم که زمان نوروز در گنجایش زمان خب یک مبدأ از تاریخ ما محسوب میشه، به دلیل اینکه نوروز رو در یکم فروردین ماه، یعنی طول سال که 365 روز هستش، ما در طی این 365 روز یعنی یک بخشی از زمان رو لحاظ میکنیم برای کنترل کل زمان. همه شما از زمان استحضار دارید که زمان نه ابتداش پیدا است نه انتهای اون پیدا هستش، به همین دلیل هم فرضیه نسبیت در واقع شکل گرفت بر این پایه که به صورت قراردادی زمان کنترل شود. اما در دوران باستان خب از این علوم جدید اطلاعی نبود و مبنای گاه شماری رو بر مبنایی قرار دادن که بتوانن واحدهای زمان رو کنترل کنن. مختصر عرض کنم از همین ساعتی که ما استفاده می کنیم، واحد زمان روز، ماه، سال و همینطور دوره یا در واقع سده و همین هزارهی که داریم، بالاخره واحدهای زمان متعدد هستند
اما همه ما میدونیم که امروز خیلی راحت از تقویم ها استفاده میکنیم، از سال استفاده میکنیم، از ماه استفاده میکنیم، اما همه اینها یک بنیاد گاه شماری داره که خیلی خیلی هم مهم هستش. بر مبنای سال ایرانی که به صورت مختصر عرض میکنم 365 روز هستش، ما باید در پایان سال به صفر برسیم، یعنی چیزی از سال اضافه نیاید. به همین دلیل هم هستش، برای اینکه اون نقطه اعتدال ثابت باقی بمونه، یک چیزی به نام دوره هم اختراع کردن. این دوره مسئله خیلی مهمی هستش که در واقع در ایران هم استفاده می شده. یعنی شما چه مبنای سال خورشیدی نجومی باشد، چه خورشیدی اعتدالی یا خورشیدی متوسط باشد، ما در واقع یک سری دوره برای اینکه این سال 365 روز تقسیم بشود رو در تاریخ به یادگار داریم. این دوره ها یکیش دوره 8 ساله هست که به نظر میرسه در دوران هخامنشی هم از اون استفاده میشدن، یا دوره ای هست دوره متونی بهش میگن که این دوره 19 ساله است. دوره های دیگری دوره 76 ساله داریم و یا دوره 120 ساله هم داریم که همه اینها در دوره ها و زمان های مختلف ازشون استفاده شده. بنیان تقویم ایران که اساساً یک بنیان بسیار کهن داره، خب ریشش برمیگرده به مصر و بابل و بعد هم به هخامنشیان. در ایران از دوران هخامنشی به بعد این موضوع دنبال میشه، هرچند که توجه داشته باشید ما در نقوش سفالینه های پیش از تاریخ شکل هایی داریم که این شکل ها به ما کمک میکنه که برج های 12 گانه رو هم درک کنیم. یعنی برج های 12 گانه ای که برای همه ما از حمل که برابر با فروردین هست، خب این شکل حمل تا اردیبهش، سور و خرداد، جوزا و تا پایان که حوت میشه، برابر با ماه های خورشیدی ترسیم شده و اگر هم به برج فروردین یعنی نقطه اعتدالین که وارد برج حمل میشه، رأس الحمل همون نقطه اعتدال بهاری ما میشه، یا مهر که در واقع نماد اون یک میزان یا ترازو هستش. شکل هایی که از ماهای مختلف یعنی برج های مختلف، برج های 12 گانه داریم، در واقع چه برج عقرب که در آبان قرار میگیره، اینها به شکلهای روی نقوش سفالینه های باستانی هم ترسیم شد. یعنی شما اگر به تمدن سیال که یا شهر سوخته یا شوش یا تمدن های کهن فارس یا آذربایجان یا خراسان بزرگ هم در دوره های پیش از تاریخش به سفالینه ها دقت کنی، یا چشمعلی ری در تهران، همه این شکلهایی که مثل سنبله هست یا در واقع شکل گاف سور هستش یا عقرب هستش یا ماهی هستش، به نوعی ما شاهد هستیم. در دورهایی هم مثل تخت جمشید در واقع برای مرداد ماه که شما میبینید که اسد در واقع شیر هستش و این نقطه اینها ترسیم شده به شکلهای مختلف، یا اردیبهشت که همون نماد گاو هم مسور میشه یا سور هستش. به همین دلیل هم هستش که ما در تاریخ تقویم کشورمون با یه سری برج‌های فلکی مواجه می‌شویم که اینها در واقع ترسیم شدن، مدارک باستان‌شناسیشون هم وجود داره، یا شما در ظروف سنگی هزاره دوم قبل از میلاد در تمدن جیروف هم ما می‌بینیم که تعداد زیادی از همین نقوش برج‌های فلکی ما در واقع ترسیم شده و اونها رو می‌شناسیم. اما این که ما بنیان تقویممون که به صورت کلاسیک وارد تمدن و تاریخ ما میشه، یک مسئله خیلی مهم داره که چند موضوع هستش. بنیان اولیه اون که بنیاد نجومی و گاه شماریه، درسته که ما یک عرف و سنت نوروزی هم داریم، چه در مناطق جغرافیایی کشورمون، چه در دوره هایی که حالا طبقه حاکمه و سلاطین هستن و در دربار همین اتفاق می افتاده، یا بنیاد مذهبی هم داریم برای نوروز، اما اتکای همه اینها بر نجوم و گاهشماری هستش.
در نجوم و گاه شماری خب مسئله خیلی مهم هستش که برمیگرده به تقسیمات زمان، کنترل زمان، چه محاسبه سال که مخصوصا از عدد و رقمی حاصل میشه که در دوره های باستان بر مبنای دوره شکل میگرفت، و این دوره ها هم در واقع عدد و رقم تعداد ماه هستش که در یک طولانی مدت مبنا 365 روز باید به صفر میرسید، که در نهایت هم در واقع میشه گفت دوره 120 ساله هستش که بر مبنای دوران 120 ساله ما تقریبا میشه گفت که کاملا صفر میشه این مسئله تطبیق تعداد ماها و روزهایی که در یک سال هستش. به همین دلیل هم هستش که این دوره ها مرتبا وضع شد تا زمانی که رسیدیم به دورایی که در واقع ما امروز کاملا میتونیم این مسئله رو ببینیم. دلیلش هم مشخص هستش و مبنا هم در واقع بر مبنای گاه شماری هستش. در دوران خود هخامنشی که آن چیزی که حائز اهمیت هستش، میدونیم وقتی که کمبوجیه به سر کوروش بزرگ میره مصر رو فتح میکنه و متعاقب اون هم داریوش هستن و سلسله 27 فراعنه مصر رو پادشاهان ایرانی شکل میدن، ما حجم گسترده ای از اطلاعات تقویم خورشیدی از مصر باستان به ایران میرسه. به همین دلیل هم هستش که اگر دقت بفرمایید شباهت خیلی نزدیکی میان تقویم مصری و حتی تقویم اوستایی نو وجود داره. یکی از شباهت های خیلی نزدیکش اینه که هر روز از ما چه در مصر و چه در ایران باستان یک نام داره که در بخش مذهبی عرض میکنم خدمتون، یا روز 19 هر ماه در واقع به نام ماه اول سال نامگذاری شده، مثل مثلا در تقویم اوستایی نو که روز 19 همه هر ماه اوستایی اسمش فروردین هستش و این خیلی مهم هستش که اهمیت داره. اما در همین چهارچوبی که تقویم رو باید کنترل می کردن، یک سری جشنها هم به اون اضاف شده یا اعتقادات مذهبی به اون اضاف شده. به نظر میرسه در ایران باستان بیشترین باری که اضاف شده همین مسئله زرتشتی هستش. یعنی ما تقریبا میدونیم که پادشاهان آغازین هخامنشی زرتشتی بودند. ولی اون چیزی که در مورد داریوش یکمه، یعنی 522 قبل از میلاد تا 486 قبل از میلاد که در واقع خشایارشا به قدرت میرسه، در کتیبه بیستون و در کتیبه هایی که در تخت جمشید هم وجود داره، تقویم ها که تقویم هایی که عمدتا توسط کاتبان ایلامی هم نوشته شده، ما 12 ماه رو اینها با اضافه نمودن منظم یک ماه اضافی در هر 8 سال به صورت میانگین اعتدال سال رو نگه داشتن، که این موضوع متعاقبا از اون دوره 19 ساله‌ای که خود اخترشناسان بابلی هم استفاده می‌کردن اضافه کردن. اما مسئله ما خود زرتشت هستش که چطور این کار رو انجام داده، یعنی چطور این مسئله نوروز رو به تخت به میراث تاریخی ما اضاف کردن. خب همه ما میدونیم که زرتشت تقریبا از آغاز هزاره اول قبل از میلاد به صورت جدی در ایران در دوران مادها، در دوران هخامنشیان حضور داره. داریوش یکم هم تلاش میکنه که دیگر خدایانی که وجود دارن رو کم کم برغم اعتماد و اعتقادی که به اونها دارن کنار بذارن و یک تقویم برای ایران ایجاد کنن که بنیان اون هم گاهشماری هستش. اما از این ظرفیت مخصوصا حتی دوران ساسانی روحانیونی مثل کرتیر استفاده میکنن و یه ساختار مذهبی میدن به این تقویم ایران، که این خوب همراه با کلاسیک شدن ادبیات و متون زرتشتی در دوران ساسانی به ویژه
این اتفاق میفته که یک شکل منسجمی به خودش پیدا میکنه. به همین دلیل هم هستش که در دنیای زرتشتی ما یک دوره 12,000 ساله آفرینش داریم. یعنی ما در دوران در زرتشت ما 4 دوره 3,000 ساله بر بنده آفرینش داریم که 3,000 ساله نخستین همه چیز مینوی هستش، یعنی اون چیزی هستش که اهورامزدا و اهریمن آفریده میشن، و در واقع میشه گفت که در 3,000 ساله دوم هستش که پیش نمونه های گیتی آفریده میشه که اونا همه توسط اهورامزدا آفریده میشن. پیش نمونه های گیتی هم مثل آسمان و آب و زمین و گیاهان و جانوران و انسان ها هستند که سالگرد آفرینش اینها در جمع های گاه شماری گاهنبار ها شکل گرفت. این گاهنبار ها اهمیت دارن. از چه نظر اهمیت دارن؟ به دلیل اینکه این گاهنبار ها در همین دوره های آفرینش، یعنی آسمان و آب و زمین و گیاه و جانور و انسان، میشن 6 تا. ما 6 تا گاهنبار داریم که در گاه شماری اوستایی قدیم و همینطور در گاه شماری اوستایی نو در 6 بخش مختلفی که در واقع سال 365 روزی تقسیم میشه، اینها رویدادهایی هستند که با یک سری جشنها همراه شدن. مثلا ما گاهنبار یکم جشنواره بهاری هستش که عمدتا با آسمان و این 60 روز که دورانش روز 30 فروردین هستش، یا نیمه گاهنبار دوم که در نیمه تابستانه، یا گاهنبار سوم که موسم درو و خرمنکوبی هستش، گاهنبار چهارم که در واقع هر کدوم از اینا در بخشی از تقویم ایران قرار داده شدن، مثل گاهنبار یکم 30 فروردین، یا گاهنبار دوم که در 29 خرداد، گاهنبار سوم که موسم درو و خرمنکوبی هستش در 11 شهریور، گاهنبار چهارم که بازگشت گاوا و گوسفندان از چراگاه ها است تقریبا 10 مهر، و گاهنبار پنجم که میانه زمستان هستش که همون 30 آذر یا یک در واقع 30 آذر همون شب یلدا میشه، و گاهنبار ششم هم که گاهنبار زمان حرکت هستش و خودش 15 اسفند ماه میشه. اما اینها در تقویم گاه شماری اوستایی قدیم و گاه شماری اوستایی نو کاملا با هم تطبیق ندارند از نظر اون روزی که باید اون جشن درش گرفته بشه. با یک تعدیل هایی در گاه شماری اوستایی نو با اون چیزی که از زرتشت اعتقاد داریم تطبیق پیدا میکنه. در واقع به همین دلیل هم هستش که ما مبنای این گاه شماری ها که سالگرد آفرینش میشه با خود اهورامزدا که یعنی خدای بزرگ هستش، ما در تقویم اوستایی نو به یک شکل کلاسیک و تعریف شده داریم. یعنی چی؟ یعنی ما اگر یک هفته داریم که این هفته خیلی مهمه و علاوه بر 7 انجمی که در دنیای باستان وجود داشتن، به نظر میرسه که چه در تقویم چین و چه در تقویم سایر کشورها، حتی رومی ها که به چند مرحله دیگه تقسیم میکردن، این هفته با نام 7 امشاسپند ایرانی و این 6 گاهنبار که با اهورامزدا در واقع آفرینش خداوند خودش هم که در دوران ساسانی در مقطعی از خدای زمان زوروانیس متولد میشه، عدد 7 هستند. به همین دلیل هم هستش که ما در سالگرد آفرینش اینها این جشنها رو داریم. مهمترین جشنها خب جشن آفرینشه که خود با نام اهورامزدا یعنی خدا شروع میشه، یعنی دقیقا روز 1 فروردین ما که به نام خدا هستش و روز اورمزد هستش. اما این 6 امشاسپندی که نماد آفرینش هستن و حائز اهمیت هستن در تقویم های ایرانی جا باز میکنن و بهمن و اردیبهشت و شهریور که امشاسپندان محسوب میشن با سپندارمز و خرداد و امرداد همراه با اهورامزدا میشن 7، که این عدد 7 یک بنیانی رو در ذهن ما، تقویم ما، فکر ما، مبنای دوره های ما شکل میده. به همین دلیل هم هستش که حالا از نظر تقسیمات
فرهنگی هم خیلی جالبه که ما سه در واقع امشاسپند مرد داریم و سه امشاسپند بانو داریم، یعنی ایزد هستن، یعنی اورامزدا و بهمن و اردیبهشت مرد هستن و سپندارمز و خرداد و امرداد هم در واقع نماد زنان هستند که با اهورامزدا که در رأس اونها قرار داره و همه اینا فرزندان اهورامزدا محسوب میشن، در واقع ما یک هفت رو اینجا متولد میشه. همین هفت سین ما که در واقع در سفره میذاریم، حالا به شکلهای مختلف که نماد طبیعت هستش، نمادهای همین مراحل آفرینش هستند. به همین دلیل هم اهمیت دارن نمادهای آفرینشی که در ابتدای سال ما در سفره هفت سین قرار میدیم، یعنی مبنای هفت، هفت امشاسپند که با اهورامزدا میشن هفت امشاسپند در واقع با خدا، و هفته ما که در چهارچوب یک تقویم کلاسیک تا به امروز نهادینه میشه که خودش مبنای چهار هفته در ماه میشه. و این خیلی مهم هستش به خاطر اینکه ما در بخش اول هر هفته که با نام خدا و امشاسپندان شروع میشه، بخش های دوم و سوم و چهارم هم همین وضعیت دارن، یعنی اونها نام ایزدان ایرانی هستند که این ایزدان ایرانی هم در واقع هر روز دعاهای خاص خودشونو دارن. مثلا بخش دوم که یعنی هفته دوم هم میشه ایزد دین که ایزد دی هستش، دی ماه ما هستش، یا نهم هر که میشه بخش دوم این مسئله هفته آذره که با همون ماه نهم آذر ماه تطبیق داره، یا آبان ایزد دین که ایزد آبها هستش، یا ایزدان دیگری که مثل خیر یا ایزد ماه یا ایزد تیر یا ایزد گوش. بخش سوم هم خیلی حائز اهمیت هستش، از این بابت حائز اهمیت که هفته سوم ما رو شکل میده که باز دی هست. برای آغاز هر هفته هم خیلی جالبه که چنان نهادینه میشه که با دی، یعنی با ایزد دین هر هفته شروع میشه و در واقع با نام روز قبل بهش، روز بعد بهش اضافه میشه که مثلا هفته دوم میشه دی به آذر، هفته سوم شروعش میشه دی به مر، یا هفته چهارم میشه دی به دین. در واقع به همین دلیل هم هستش که وقتی وارد هفته سوم میشیم ایزدان مثل دی، دی به مر هستش، بعد مهر هستش، سروش هست، رشن فروردین هست که روز 19 هم میشه، و بهرام و رام و ماد. و هفته چهارم هم خیلی جالبه که باز با دی یعنی زد دین شروع میشه که روز بعدش هم به نام خود دینه که روز قبل میشه دی به دین، دی دین. و ایزدانی مثل ارد و اشتاد و آسمان و زامیاد و مادر سپند و انارام هستند. یعنی در واقع تقویم مذهبی ایران کلن یک ادبیات مذهبی پشتش هستش برای راه شماری، و زرتشت و جامعه زرتشتی هم موفق شدن از این چارچوب گانگاری کاملا استفاده کنن، یعنی چنان دوره 12 ساله آفرینش رو بر مبنای 12 روز نوروز تطبیق دادن که این دوره های آفرینش که عرض کردم 3000 اول آفرینش جهان مینوی، همه چیز مینوی هستش، یعنی اهورامزدا و اهریمن هستن. چگونگی آفرینش هر کدوم از این دوره ها هم ما در مطالعات ایران باستان مدیون، میشه گفت که مدیون مطالعات خانم دکتر آموزگار، استاد بزرگ دکتر احمد تفضلی، مهرداد بهار و این دانشمندان هستیم که برای ما در و پورداوود و جلیل دوستخواه و همه اینهایی که در این دوره ها کار کردن و این طبقه بندی ها رو، و هم برای گاه شماری که توجه داشته باشی علاوه بر غلام حسین مساحت و ایرج افشار، احمد بیرشک مخصوصا، اینا اساتیدی هستن که واقعا در همین قرن اخیر کار کردن. علاوه بر این که ما ابوریحان بیرونی و خواجه نظام الملک، اینها هم که در واقع از تقویم خیلی کار کردن و خیلی هم
اطلاعاتی که داریم و تطبیقاتی که انجام شده مدیون زحمات همه این بزرگواران هستیم. اما اون چیزی که خیلی نظام نوروز رو زیبا نگه می‌داره این مسئله هستش که ما دوره 12000 ساله آفرینش که 3000 ساله اولش مینوی هست، اهورامزدا و اهریمن هستن، و 3000 ساله دوم که پیش نمونه های گیتی آفریده میشه که عرض کردم این هفت و این هفت هم شاسپند و آفرینش و سالگرد اینها و نمادهای سمبولیک اینها که در سفره ایرانیان جا میگیره و همین امروز هم مثلا شما اگر کتاب مقدس قرآن قرار میدید نمادی هست از اهورامزدا و با اون جمعی که در واقع در اون سفره قرار میگیرن همه نمادهای سمبولیک آفرینش و طبیعت هستند. به همین دلیل هم هستش که این دو تا دوره 3000 ساله، 3000 ساله سوم که خودش گیتیه، یعنی در واقع گیتی همه چیز از مینوی خارج میشه و حالا گیتی آفریده میشه، تا 3000 ساله چهارم که در واقع این از زمانی که دیگه انسان در 3000 ساله سوم آفریده شد و این از مشی و مشیانه گرفته باش تا این سلسله های پادشاهی ایران که بسیار بسیار حائز اهمیت هست، یعنی کیانیان و کاویان، پیشدادیان و کیانیان و کاویان و همه اینها افسانه ها و اسطوره هایی که بر مبنای جمشید جم و خود فریدون و کاویان و همه اینها هستش در همین مرحله اتفاق میفته، تا زمانی که اینها به یک پیامبر نیاز پیدا میکنن و تولد زرتشت هستش و اوشیدر ماه و سوشیانس. و خیلی جالبه وقتی که دوران 12000 ساله به پایان میرسه که خودش نماد دقیقا 12 روز نوروز هستش، ما یک دوره یک روز داریم و اون 13 بدر ماه هستش. این خیلی اهمیت داره و خیلی جالب هستش از این بابت اهمیت داره که روز موعوده، یعنی روز کسانی هستش که دیگه جهان همه چیز به خیر تمام میشه، همه چیز به خوبی تمام میشه و همه مأوا و مسکن و زندگیشون رو ترک میکنن و به دامان طبیعت میرن مثل یک قیامت. به همین دلیل هم هستش که این 13 بدر در واقع یک مبنای فلسفی داره که در واقع انسان ها خودشون رو رها میبینن، خودشون رو از مادیات کنار میبینن و میرن در دامان طبیعت که آزاده باشن. به همین دلیل هم هستش که دوره های آفرینش بنابراین خودش در یک تطبیقه، یعنی 12000 سال 12 روز نوروز تا پایانی که روز موعود فرا میرسه که 13 هستش و از اون چارچوب دیگه تبعیت نمی کنه و اون انسان رو آزاد میبینه. علاوه بر همه اینها توجه داشته باشید که همین مبنای تقویمی که برای فروردین و اردیبهشت و خرداد، تیر و مرداد و شهریور، مهر و آبان و آذر، دی و بهمن و اسفند هستش هم چهار تا دوره سه ماهه هستش که این هم مبناش بر مبنای دوازه، یعنی نوروز در واقع میشه گفت که چکیده آرمان گاهنگاری مذهبی و اعتقادی تمدن ایرانی هستش. و خیلی مهم هستش که بدانیم که تا به امروز هم این نام ها در تقویم ما که باقی مانده و مدیون زحمات این افراد دانشمند بزرگ هستیم، باید توجه داشته باشیم که اگر مهر هست، خب مهر در واقع خودش یک مبنای فلسفی داره، یعنی یک مهر که نقطه اعتدال هستش یا یک فروردین که نقطه اعتدال هستش، مهر نمادش میزانه، ایزد مهر هستش، یعنی اون سرخی فلق و شفق که قراردادهای اجتماعی رو کنترل میکنه، گردونه مهر هستش. و در جهان بعد هم در پل چین بعد این ایزد مهره که اعمال انسانها رو نظارت میکنه با ایزد عشی که اون ترازوشون در واقع خطا نمیده و این تلاش میکنن که اعمال انسانها رو چه در این جهان چه در جهان دیگر کنترل کنن، که اون سرخی فلق و شفق که در ایران باستان بود و بعد هم این میره به طرف اروپا و این رنگ ها در اونجا معنا و مفاهیم مذهبی پیدا میکنه که میدونیم واقعا میراث بزرگی از ایران باستان به عصر اسلامی به دنیای مسیحیت
انتقال پیدا میکنه که نماده های اون رو هم داریم. در واقع یک فرهنگ هستی، به همین دلیل هم هستش که فرهنگ ایران در این مرحله حائز اهمیت هستش. علاوه بر همه این موارد، ما در تمام طول سال که از این تقویم ایرانی استفاده میکنیم، اون چیزی که حائز اهمیت هستش همه، نه تنها نوروز که این 12 روز هستش و این آیین‌های خاص خودش رو داره، بلکه توجه داشته باشیم که 12 ماه سال ما هم همین بار مذهبی داره و نه تنها این، بلکه تمام 30 روز هر یک ماه هم به نام یکی از ایزدان هستش. بنابراین یک تقویم مبنای با مبنای گاه شماری که کاملا مذهبی هستش در اینجا با اون مواجه می شویم. علاوه بر همه این مسائل که عرض کردم خدمتون، گاهن بارها و این تقسیمات زمانی که وجود داشته، یک مسئله هم که خیلی حائز اهمیت هستش، برای همه ما حائز اهمیت هستش، توجه داشته باشیم که فر، یعنی فر ایزدی که همون روان ما هستش، اون چیزی که موجب نیکبختی ما میشه، اون چیزی که موهبت ایزدی هستش و تجلی اون هم نور هستش، در واقع که همون از خورشید میاد، از خوره میادش که ما نام خورشید هم به همون نام هستش، اون نوع نیکبختی هستش که در واقع این نیکبختی در برابر بدبختی هستش. این نیکبختی ودیعه الهیه که رحمت الهی هستش که در وجود همه انسان ها به امانت گذاشته شده. این فره، تا انسان صاحب این فره هست در واقع گمراه نیست و این روان انسان هستش. در همین ایران باستان، در همین چهارچوب، ما یک روح داریم که اون نماد فروهرهای ما هستند. این فروهرها روح پاسبان آدمی هستند که این خیلی اهمیت داره. این روح میماند و هم روح و هم روان در تن، یعنی در جوهره جسم آدمی، در گوهر تن قرار دارند. به همین دلیل هم هستش که ما با ایزد دین که ایزد وجدان انسان ها میشه، با هم توامان در واقع در مراحل و سیر زندگی از آغاز تا انتها، این مسئله خیلی حائز اهمیت هستش که فروهرهایی که ما حالا چه در به صورت سمبولیک این بنیانش، این بنیان بسیار فلسفی هستش که به اهرام مصر برمیگرده، میدونیم که در اونجا خورشید نیمروز خدای رع رو داریم، اساسا فلسفه ساخت اهرام مصر برمیگرده به همین خط و رأسی که خورشید نیمروز در اونجا تنظیم میشه در فصل خاصی، در با خود اهرام که تابش این نور بسیار بسیار مهمه و در اون روزنه که در اون بالا ایجاد شده، این روح به روح، این نور به روح اون فرد فرعونی که در اونجا قرار گرفته بود میتابید و این خیلی مسئله مهمه. متعاقبا همین موضوع به در سنت های آشوری، یعنی پیش از هخامنشیان، به ایران باستان انتقال پیدا میکنه. ما این بالهای برافراشته پادشاهان آشوری که شاید این سنت ادامه پیدا میکنه در هنر هخامنشی، مخصوصا اون نقشی که در واقع به کوروش بزرگ در پاسارگاد منتسب میکنن که به نظر میرسه نقشی که اونجا از خود کوروش هستش، چون این سنت وقتی ریشه یابی میشه نماد بعد از مرگ هستش. یعنی چی؟ یعنی شما روح در پرواز هستش و این ریشش در هنر آشور و همینطور در هنر بین النهرین و مصر باستان کاملا ریشه یابی شده، مشخص هستش، میرسه به تمدن ایرانی از دوران داریوش، یعنی بعد از کوروش به بعد نهادینه تر میشه، یک شکل در واقع دایره و بالهای برافراشته به خودش میگیره که این نماد فروردین ماه ما هم جالبه که به نام همین فروهرها هستن، یعنی فروهرهایی که در واقع در یکم تقویم ما قرار میگیرن و در آغاز سال نو بر میگردن، این روح درگذشتگان نیاکان ما که بر میگردن
به خانه ها و دوست دارن که این خانواده شاد باشه و این سفره های هفت سین برپا باشه و سر میزنن به خونه ها، همون سنتی هستش که معابر رو با اندکی هیزم روشن نگه میداشتن که این معابر در واقع روح ارواح درگذشتگان ما سرگردون نشن، بتونن با آرامش به خونه ها برگردن. و در واقع در آغاز سال نو که ما اینقدر برای درگذشتگانمون در تقویم ایران باستان اهمیت قائل هستیم که کل یک ماه رو به نام فروهر و فروردین و درگذشتگانمون و نیاکانمون که درگذشتن و بازگشت ارواح اونها، این ماه رو نامگذاری کردیم. برای خیلی مسئله جدی هستش، این در واقع همین آتش افروزی که امروزه موضوعش تغییر کرده و شکل دیگری به خودش گرفته، یک جشن معنوی عبادی بوده که کاملا مورد تکریم و احترام هستش و امیدوار هستیم که این شکل معنوی و عبادی خودش که یک جشن قدسی هستش از نور برمیگیره، این رو بتونیم در واقع به شکل بهتری انجام بدیم. در هر صورت آن چیزی که میخواستم خدمت شما عزیزان عرض کنم، تا حدودی با فلسفه نوروز و گهشماری آگاه شدیم، اما توجه داشته باشید ما در دوره‌های مختلف کشورمون، در تاریخ کشورمون، همراه با گاه شماری باید که هم گاه شماری رو کنترل می‌کردن، هم بالاخره این سنت ادامه داشت. یه وقت هستش مثل پادشاهان هخامنشی که خیلی مهمه انتقال این سنت ها از بابل، چون میدونیم بابل در جنوب عراق امروزی وقتی که کوروش بزرگ اونجا رو فتح میکنه، بابلی ها یک شهر مذهبی خیلی مهم بودن، یعنی یک شهری که باید به ساختار سیاسی قدرت کوروش بزرگ هم مشروعیت میدادن. به همین دلیل هم هستش که وقتی کوروش بزرگ اونجا رو فتح میکنه، هم فرزند ارشدش یعنی کمبوجیه رو میذاره اونجا ولی عهد باشد حدود 10 سال، و همین که اخیرا با این کابوشای باستانشناسی که ما در کنار تخت جمشید شهر پارس انجام دادیم، اصلا متوجه شدیم که یک دروازه شبیه به دروازه ایشدار بابل در دوران خود کوروش و کمبوجیه ایجاد شده در شهر پارس، و این دروازه کاملا رنگین هستش، با همون ایزدان بابلی هم هستش، و این خیلی مهم هستش که ما چرا این کارو کوروش انجام داده. این بیشتر بنیان مذهبی داشته، همراه با این بنیان مذهبی برای مشروعیت قدرت، چون خب کوروش و داریوش میخواستن کل خاورمیانه رو سازماندهی کنن، به همین دلیل هم هستش میراث بزرگی در نجوم به تمدن هخامنشی انتقال داده میشه. در همین بنیانی که میدونیم تقویم رو خود داریوش در سال 503 یا 502 قبل از میلاد، ما اساسا با تقویم مواجه میشیم، یعنی در کتیبه بیستون در نقش رستم تعداد زیادی از نام ماها وجود داره که این خیلی خیلی مهم هستش که این نام ماها در واقع وقتی دنبال میکنی میبینی که با این نام ماها وجود داره در این کتیبه های هخامنشی و اساسا داریوش این کار رو انجام میده. از این ظرفیت داریوش استفاده میکنه برای اینکه بتواند تقویم ایران رو بر مبنای خورشیدی نهادینه کنه که پادشاهان بعد هم از همین کار تبعیت میکنن، استفاده میکنن. حال اینکه نام با مسمای این امشاسپندان و ایزدان و اینها که در دوران بعد، یعنی بعد از دوران سلوکی و اشکانی و در دوران ساسانی نهادینه میشه، و چطور خواجه نظام الملک و خیام و بعدن خواجه نصیرالدین طوسی و این دانشمندانی که ذکر کردم از سرزمین خودمون در قرن اخیر اینقدر این بر مبنای متون اوستایی و ریشه‌های اوستایی، علاوه بر این ایزدان و ایزدان مختلف و امشاسپندانی که وجود داره، اینها رو نامگذاری کردن و معانی و مفاهیمشون رو شکل دادن که انسان واقعا تعجب میکنه این ادبیات فلسفی مذهبی اعتقادی ایرانیان باستان چقدر زیبا بوده. حتی شاید به نوعی از این تقویم روشنفکران فرانسوی که بعد از انقلاب بزرگ اتفاق افتاد باز هم معانیش مفاهیم زیباتری، مثلا اگر فروردین رو در ریشه اوستاییش نگاه میکنیم، یعنی به معنی نیروی پیش برنده هستش، اردیبهشت
به معنی راستی و پاکی هستش، هرچند که هر کدوم از اینها یا هم یک نماد دارن. خرداد کمال و خرمی هست، یا تیر که خودش همون تیشتر و ستاره باران هستش، یا امرداد که به معنی جاودانگیه یعنی بیمرگی و جاودانگی، یا شهریور که حاصل اون میشه سرزمین مطلوب، یا مهر که محبت و فروغ مهر رو نشون میده، علاوه بر آبان و آذر که به نامهای آب و آتش هن که ایزد آناهیتا و آدور آناهیتا و این رودخانه ای که اساسا مشی و مشیانه از کنار اون متولد میشن با اون گیاه ریواس، و این آتش هایی که مثل آذر آدور، آدور گوشنسب، آذر فرنبغ، آدور ماهان، آذر برزین مهر، آذر گوشنسب که در تکاب هستش آذربایجان، این روحانیونی که در واقع داریم، و نام آذربایجان اساسا از نام آذر میاد، یعنی نام مهم در تقویم ایران که از همون آتشکده آذر گشنسب که در تکاب تخت سلیمان است که مورهای پهلوی ساسانی هم از اونجا به دست اومده، که اساسا نام یک منطقه از ایران به نام آذر میشه. و این آذرها هم در واقع آذرهای مقدسی هستند که در دقیقا شأن و منزلت مذهبی پیدا میکنن، یا دی که کاملا دین و دادار و به معنی آفریدگار هست، یا بهمن، بهمن که بسیار زیبا هست معنی نیکندیشی هستش، یا سپند آرمز ایزد زمین، یا فروغ مقدسی که دختر مهر پاک هست و دختر اهورامزدا هستش. بنابراین وقتی که وارد یک فرایند اینچنینی میشیم، میبینیم که واقعا سراسر به دنبال یک فلسفه مذهبی هستیم، که این فلسفه مذهبی ادبی تو امان در واقع با یک نوع ادبیات همراه هستش که برای ما همه حائز اهمیت و ارزشمند هستش. علاوه بر همه این مسائل که جالب هست و بنیاد و همه اینها نجومی و گاه شماری هستش، که نوروز میدونیم که اساسا در دوران هخامنشی تخت جمشید برای نوروز ساخته میشه، یعنی اساسا تمام محققینی که در دنیا در مورد هخامنشیان من هم پرسیدم از انسانهای بزرگ که به تحقیق مشخص بشه، تخت جمشید برای صلح و برای نوروز ایجاد شده، و این خیلی مهمه برای کشور ما که یک در یک مقطع از تاریخی که خیلی هم مهم هستش از نظر زمانی، ما یک تمدنی که در دل اون میشه گفت که ایران متولد میشه و ایران کلاسیک میشه و اندیشه ایران نهادینه میشه، این مسئله تخت جمشید و نوروز هستش که در واقع بنیان اون، علاوه بر این مسائلی که در دوره های زرتشتی و تلاش هایی که خود داریوش یکم برای گاه شماری اون انجام میده، شاهد هستیم که تخت جمشید خوب میدونیم نه پایتخت سیاسی بوده، بیشتر پایتخت ایدئولوژیک هست، پایتختی هستش که برای صلح و برای نوروز بنیان نهادی میشه، و اساسا کارکردش هم این هستش. در اونجا خب وارد به دلیل بلند طولانی شدن مصده نمیشم، ولی واقعیت امر این هستش که وقتی تخت جمشید رو تجزیه و تحلیل میکنیم، از کاخ صد ستون، از هدایایی که میاد، از مجسمه پنلوپه که از اون سر جهان هدیه میارن برای سرزمین پرشیا، اینها همه نمادهایی هستند که به ما میگوید که در واقع تخت جمشید برای صلح هستش، از دروازه ملل، از اندیشه های داریوش و سایر پادشاهان هخامنشی که اساسا ریشه ها و سنت های هنری تمدن های قبل از خودشون رو با هم گره میزنن، یک بنیاد فرهنگی ایجاد میکنن، بر مبنای این بنیاد فرهنگی یک چیزی رو به نام تخت جمشید که به وجود میارن، که ما ایرانی ها هم در اسطوره همون باز بر میگردونیمش به همون دوره های آفرینش 3000 ساله سوم و آفرینش انسان و بادشاهان پیشدادی و کیانی و همون اسطوره کاویان یعنی جمشید جم، که خب بعد از اون هم وقتی که دوران ضحاک فرا میرسه که در واقع میشه گفت شاید سلوکیان که میان اسکندر مقدونی و ایران رو فتح میکنن، خب دورانیه که وقتی که تخت جمشید آتش زده میشه،
در واقع دوران سقوط کل خاورمیانه هستش و یه مبدأ مهمیه در تحولات سیاسی و فرامرزی که در آسیا در بخش غربی آسیا اتفاق میفته. خب هخامنشیان با این شکل از ظرفیت نوروز استفاده کردن. متعاقبا ما در دوران اشکانی مخصوصا در قرن اول داریم که دارن تلاش میکنن پادشاهان ایرانی کم هویت خودشون رو برگردونن، اوستا رو جمع آوری میکنن، مخصوصا در دوران بلاش یکم تا میرسیم به دوران خود ساسانی که از این ظرفیت سعی میکنن خیلی گسترده استفاده بکنن و روحانیونی مثل کرتیر نه تنها از اون مبنا استفاده میکنن بلکه تا پایان سال تا پایان روزگار هخامنشی هم که سال 651 میلادی میشه شاهد هستیم که هنوز هم جوامع زرتشتی از همین تقویم یزدگردی استفاده میکنن. در دوران اسلامی هم تلاش میشه که همه حکومت ها یعنی مخصوصا بخشی از خلفای بنی امیه وقتی میبینن این ظرفیت وجود داره و هدایایی رو در ابتدای سال تقدیم میکنن، اینها هم از این ظرفیت برای باج و خراج خودشون استفاده میکنن. تا اون حدود که در دوران اسلامی ما یه سری تقویمایی داریم به نام تقویمای خراجی و در دوران خود سامانیان، دوران مخصوصا سلجوقی و در همین دوره دوران آل بویه که تلاش میکنن این سنت ها رو احیا کنن. در دوران سلجوقی خب تقویم جلالی به طور جدیتری شکل میگیره تا اینکه این گروه ریاضیدانان ایرانی مخصوصا خیام تلاش میکنن که مبنای علمی نوروز و گاه شماری ایرانی رو به صورت منسجم ازشون استفاده بکنن. و از دوران تقریبا میشه گفت که علاوه بر زحمات خواجه نصیرالدین طوسی که در دوران ایلخانیان اتفاق میفته، ما وقتی میرسیم از صفویه و بعدن دوران افشاریه و قاجار، زندیه و قاجار در بارها سعی میکنن که از این فرصت استفاده کنن، هم برای اینکه خودشون رو مشروعیت بیشتری ببخشن، برخی از اینها هم سعی میکنن که مالیات ها و خراج هاشون روی مبنای قرار بدن و در آغاز سال نو در واقع بتونن از این ظرفیت هم استفاده کنن تا به امروز. بنابراین ما شاید یک نوع ظرفیت برای تاریخ هستیم که این ظرفیت در دوران هخامنشی رسما در ایران نهادی نمیشه. مذهب هم سعی میکنه که مذهب زرتشت از اون استفاده کنه، بسیار هم زیبا استفاده کرده. بعد از سنت های محلی منطقه‌ای و قومی هستن که هر کدام که امروز هم خوب کشور ایران یک کشور متنوع است از نظر قومی و اقوام مختلف در اون زندگی میکنن، در این میراث مشترک پیوندهای خودشون رو در چارچوب نوروز ارائه میکنن که ما در بخشهای مختلف کشور شاهد اون هستیم و در واقع حکومت ها و سلسله های وقت هم تلاش میکنن. مثلا یه وقت در دوران خود قاجاریه ناصرالدین شاه قاجار که اون مراسم سلامش فقط 4 ساعت به طول می انجامه برای آغاز سال نو، هر ظرفیت که برای نوروز در واقع در ابعاد مختلف تعریف شده ما امروز به عنوان میراث تاریخیمون در کشور داریم و همین مبنا و تلاش ها هم مد نظر قرار گرفت در یک چهارچوبی که خوشبختانه امروز نوروز به عنوان میراث جهانی برای این کشورهای ایران بزرگ و وابستگان ایران که بخشی از قلمرو ایران بودن در دوره های گذشته و تا با امروز هم هستن، این به عنوان یک میراث مشترک فرهنگی در واقع بین این کشورها برای اتحاد، همبستگی و پویایی امروز جوامع ثبت جهانی شد و باقی. خیلی استفاده کردیم. خب تشکر و قدردانی میکنم و سپاسگزار هستم و فکر میکنم که یک ساعت خارج شدیم کافی باشه. من هم در خدمت شما هستم. چیزی که مهمه باز یادآوری بکنم اینه که در واقع میشه روح فرهنگ ایرانی رو در نوروز مشاهده کرد، یعنی چکیده ای از فرهنگ ایرانی رو در اونجا مشاهده کرد که اعتدال، صلح، زایش، باروری و سازندگی، گرما، همه اینا توش میشه مشاهده بکنیم.
که واقعا بسیار بسیار حرف داره، نشون میده که فرهنگ ایران چقدر فرهنگ زمان محوره، زمان چقدر براش مهمه. از اون طرف خب زوربان هست، زوربانیسم هست، از این طرف چقدر خوب انتخاب کرده از نظر زمانی، در صورتی که زمان در فرهنگ‌های دیگه مثل فرهنگ یونانی یک هیولا به تصویر کشیده شده، مثل کرونوس که به عنوان کرونوس بلعنده شناخته میشه، پدر زئوس، اما در فرهنگ ایرانی در واقع آغازگر همه چیز هست و زمان خیلی خوبه. یعنی اون و اعتدال ایرانی در اینجا به خوبی مشاهده میشه و واقعا وقتی از این اعتدال خارج میشیم، یعنی از روح فرهنگ ایرانی داریم خارج میشیم. حالا دوستان اگر پرسشی دارن از آقای دکتر بفرمایید. من یه سوالی داشتم، البته قبل اون هم از شما، هم از آکادمی شمسه و هم از آقای عسکری سپاسگزارم. صحبت‌های بسیار پرباری بود و نیاز هستش که توی جامعه امروزی ما به نوروز بیشتر پرداخته بشه. یه موردی که حین صحبت‌های شما برای من یادآوری می‌شد، یکی اینکه فرمودین که توی 13 بدن همه بیرون میرن، انگار یه رستاخیزی هست. یه موضوعی که هستش، ما اینجا سبزه رو به طبیعت بر میگردونیم. من یه چند جاهایی خوندم که انگار اینو قربانی میکنن. میشه یه توضیحی در این باره داده بشه؟ بله، خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم در مورد 13 بدر، فکر میکنم که بیشتر اگر بخوایم بر مبنای مذهبیش یعنی در واقع قضاوت کنیم، باید بیشتر بپردازیم به همون ابعاد مذهبی این موضوع که چرا؟ چون 12 روزی که به ما کمک میکنه که بدونیم در واقع فلسفه نوروز بر مبنای بنیاد آفرینش هستش، ولی در اونجا پایان جهان هستش. شما وقتی وارد پایان جهان میشید، این که این سبزه رو ما چرا بر میگردونیم به طبیعت، خودش باز هم شاید هنوز هم کسی فکر نکنه که ما چرا این سبزه رو بر میگردونیم، ولی باز هم برگرداندن همون سبزه که از طبیعت ما گرفتیم برش میگردونیم به طبیعت. چرا بر میگردونیم؟ به دلیل این که گیاه خودش یکی از گاهانبارها هستش. گیاهان در واقع شاید برش میگردونیم برای جاودانگی، شاید برش میگردونیم برای اینکه یک احترام به طبیعت بذاریم، شاید باز هم برمیگردیم اون چیزی که ما جدا کردیم داریم برمیگردونیم، شاید بیشتر و همراه شدن با طبیعت هسته. شاید در این ابعاد بتوانیم یکم در مورد برگردوندن سبزه به طبیعت بیاندیشیم، تا اینکه مثلا به اون بی اهمیت کنیمش، مثلا بذاریمش یک جای پرتی یا بندازیمش دور. نه، یعنی اینقدر سبزی اهمیت داشته برای ما، تقدس داشته، که اون جنبه‌ای که در طول مدت زمانی که در سفره قرار گرفته از یک حالت زمینیش خارج میشه، حالت قدسی پیدا میکنه، حالت مقدس پیدا میکنه و اونقدر صاحب تکریم و احترام میشه که ما این سبزه رو بر میگردنیم به طبیعت که خودمون رو با طبیعت همراه کنیم. شاید به این دلیل نکردم و اون این بود که خب وقتی که شاید آقای دکتر نامور بتونه بیشتر تبیین کنیم مسئله سبزی و روابطش با طبیعت در واقع مختلف رو میذاشتن که این به صورت سبزه در میمد و نگاه میکردن ببینن اون سال آب و هوا با کدوم یکی از این قلات بیشتر همراهی میکنه و اون سالو بیشتر اون میکاشتن. حالا این چیزی که شنیدم و اگر این درست باشه چند تا میتونه ازش برداشت بکنم. یکی اینکه چقدر بحث آینده و آینده نگری مهم بوده، چون بحث زمان کماکان و برنامه ریزی برای یک سال آینده که امیدوارم حالا دوستان که میشنون این موضوع رو رعایت بکنن، چون پایان سال و آغاز سال جدید همینطور که طبیعت تازه میشه برنامه های تازه ای رو ایجاد میکنه، انسان ها هم همین کار دارن میکنن، در واقع خودشون هم دارن لباسشون عوض میکنن، نو میکنن، خونه رو حرکت میدن. یه خانه تکانی درونی هم نیاز داره، یه خانه تکانی احوال درون هم نیاز داره، خانه تکانی برنامه هم نیاز داره
و در واقع اون کاری که با طبیعت میکنن دارن همونطوری به صورت متناظر در رابطه خودشون انجام میدن. پس اگر اون روایت درست باشه، اینها نمونه هایی رو در به شکل مینیاتوریش، کوچیک، کمینه‌ای در سفره، در خانه ایجاد کردن و این باید برگرده توی خود طبیعت که گسترده بشه. مثلا اگر به طور مثال گندم خوب عمل آمده، خب این باید برگرده توی طبیعت و این بازگشت همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، بازگشت به طبیعت برای تکثیر شدن این چیزی است که در سرمای زمستان حفظ شده، در اونجا نشاش زده شده و غیره و غیره. پس بنابراین بازگشت به طبیعت یعنی تکثیر اون در طبیعت، تکثیر این سبزه، تکثیر این چیزی که حفاظت شده در زمستان. بحث زمستان و بهار خیلی بحث مهمیه که یه چیزایی باید در زمستان برای آینده صیانت بشه که احتمالاً یکیش همین بحث سبزی و سبزه هستش که در سطح طبیعت دوباره گسترده میشه. بله، معمولاً هم به چشمه ها برمیگردونن یا در آب میندازن یا در اونجا قرارش میدن و جای تحقیق خیلی زیاد داره واقعا. حالا بر مبنای سنت ممکنه در گوشه هایی از کشور ما سنت های مختلف و متنوعی در مورد این بازگردوندن، ولی چون خود نوروز در چند موضوع مختلف، یعنی بنیاد نجومیش و مذهبیش و بنیادهای عرفی سنتی و این که در حوزه مثلا کلاسیک یا حاکمیت و دربارها و زندگی اجتماعی مردم و در پهنه ایران شکل گرفته، اینا همه ظرفیت هایی هستش که در حوزه مردم شناسی و مطالعات فرهنگای سنتی جامعه ما میتونه مورد تحقیق و پرسش قرار بگیره که اینا چرا این همه آداب داره، این آداب چیه؟ آقای دکتر مجدد از شما تشکر میکنم و از همه دوستان همینطور و امیدوارم پیشا پیش در واقع سال نو تبریکی هم و امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشن و بخشی از معنای نوروز با بیانات آقای دکتر برای ما در واقع هویدا و آشکار شده باشه. خیلی مجدد ازتون متشکرم آقای دکتر، انشالله بتونیم از شما بیشتر در مباحث در واقع اسطوره شناسی، باستان شناسی استفاده کنیم و دوستان هم بسیار مشتاق هستن. مجددا ازتون تشکر میکنم و آرزوی تندرستی دارم برای همتون.